مشهور بشه. نه مادر، از قدیم ملوک زرابی، خانم آذر شو سال باش صحبت میکردیم، مصاحبه میکردیم، میگفت ملوک زرابی به من تعریف میکرد که اول چقدر مشکلات داشت و بعد دیگه اومد. همه خواننده های زن استثنا نداره غیر از یکی دوتا، چند تا که ما میشناسیم، پنج تا شد توی همه خواننده، پنج تا. چون من میشناسم، با خانواده هاشون در تماس بودم، یه چهار پنج تا اینا خود مادره پدره بچهشو میبردی ولی برای قبول داشت که بره خانده رو، بقیه اصلا مخالف بودن، الان هم مخالف هستن. آه خانده های درجه یکتون، درجه یک پدر مادر اصلا نمیخواد، و بیکار رو هرزگی میدونن، مطربی میدونن، هنوز هم اینجور هستن. اینا همون حاج خانم هایی هستن که امکان داره بیرون میره، شاید رو سرش زمان شاه برمیداشت، ولی تو خونه که بود چادر چارچو میکرد نماز میخوند، رو سجاده پر میکرد میخوند، نه درست چی میخوند، حالی میخوند. تازی اومدن بهش تجاوز کردن، اجداد چه کشتن، همه گره تازی میگه اللهم صل علی محمد، درود بر محمد، خم هم میشن راست هم میشن. این مشکل الان نسل جوان ما داره در ایران، به خاطر همین که شما میبینید تمام تظاهرات فقط نسل جوانه، پسرها میان در حمایت دخترها، دخترها میرن جلو گلوله، رو سرشون هم ور میدارن، دست دسته میرن، آتش میزنن رو سرش، رو سرش آتش میزنه. و ننش که یک رو سری سرش کرده و میکنه که به خاطر خدا میکنه، خاک بر سرت، خدا تو اصلا میدونی کیه کجاست که تو خواسته رو سری سرت کنی؟ خب اینا شما به بچه ها به ننه باباتون باید بگین، اینا رو روشن کنین، بگین ایرس عرب های صد بار گفتن، دو میلیون بار دیگه میگم، اینو عرب ها مثل همین الان برای حفاظت از صحرا وقتی سوار شتر میرفتن باد و طوفان اینا میده میپیچیدن دور سرشون که الان مرداش هم دارن رو سرش. اصلا ربطی به دین و مذهب و ایران و اهورایی، ایران 7700 سال پیش زن سالار بوده تو ایران. زن سالاری که میدین کردها اصیل ترین تبار ایرانی آریایی هن، برای همین که همیش سلحشوری از کردها همیشه، آتورپاتی هم جای خود شده رو، خراسونی هم جای، ولی کردان که هر بار یک کاری شده کرده بانا نجات دادن. همین الان این گیسو بریدن، این زن زندگی آزادی رو که دنیا داریم، ولی کرده هست این زن زندگی آزادی. این سال 1998 کتابی جزوی، دو بار دیگه گفتم سه بارم میگم چون یادتون میره، عبدالله اوجلان رهبر کردها نوشت، صحبت کرد، اکثر سپاهیانش هم دختر بودن، زنا بودن، به زن گفت زن آزاد بشه، گفت اگه زن آزاد بشه زندگی خوب میشه، زندگی زن و مرده، پس مردم آزاد میشه. و بعد گفت وقتی زن آزاد باشه، مرد آزاد باشه، زندگی خوب باشه، جامعه آزاده، جامعه مرفه، جامعه خوب. فلسفه ایره روش خیلی صحبت کرده، کرده از زرتشت هم گرفته، زرتشت در همین رابطه زن تنها فلسفه است که به زن عزت و احترام میده که هیچ کس نمیده، همه چیز برای زنه، برای زرتشت. زرتشت نخستین در زرتشت های بعدی، میدونیم که ما زرتشت چندین تا داشتیم، حالا روی بحث نمیخوام بگم، در کتاب آیه نوسته نوشتم و رهبران بزرگ زرتشتی مثل استاد جعفری و دیگران وقتی ما در همایشی داشتیم در هلند ایشون تایید کرد، بعد اومدن تو خونه خودم چند سال پیش تایید کردن که این سخن سیاوش اوستا، یه دونه زرتشت نداشتیم. برای همین که من بعدم زرتشت دین نیست، فلسفه زندگی، همین زندگی، همین زن زندگی آزادی، این مال زرتشت بود، عبدالله اوجلان گرفت بازش کرد، تشریعش کرد. خب کردها برای ما خیلی با ارزش بوده. مثلا همین یک چیز دیگه اینجا به شما بگم، این شیر و خورشید که تو پرچم ما هست، که توش الان دعوا هست، شیر و خورشید از زمان مادها 2700 سال پیش، 2700 سال پیش زمان مادها، این شیر و خورشید سمبل ایران بوده و این نقشش الان در همدان هست، موزش میتونید برید ببینید. ما این نقش رو بسیار در جایگاه ایران داشتیم، حالا خراب شده مونده،
شیر خورشید مال امروز و دیروز و فلان اینا نیست که شمشیر علی دستش گرفته فلان، نه شمشیر ابزار جنگی بوده همیشه و ابزار قدرت و دلاوری، خورشید انرژی هستی بوده، هستی خورشید نباشه ما نیستیم، و شیر نشانه قدرت. شیر دختران امروز ما رو شما ببینید، اینا همه شیرن، همه شهریارن از دم، هم شیر و هم شهریارن، و خورشید با اونهاست، اینها خورشید سوارانن، خورشید سوارانن این دختران آریایی از اعماق تاریخ تار اومدن. زن از همون قدیم در زمان ایلامیان 7700 سال 8000 سال پیش اینها حکومت داشتن در بخشی از عراق و خوزستان کنونی، اینها زن براشون همه چیز بود، اصلا زن فرمانده بود، اگرم مرد شاه بود مادرش شاهی میکرد، از مادرش از زنش پند میگرفت، شورای رهبری و مجلس و مهستان اینا که موقع زیاد نبود، مادر و زن خیلی بار. حالا از وقتی تازیا به ما حمله کردن برعکس شده، مادرها چادر چاقچوری و روزه و قربونش برم و خریت، حالا مردم که اگه بودید نمیدونسته با زنش درگیر بشه، بعضی وقتا زن مردها همونطور که ایرج شعری که خوندم اول میکار جدید داریوش و ایرج مال ایرج جنتی حتاییست، ازش خواهش کردم شعرش برام بفرسته چون داروش همشو نخونده و خیلی قشنگ خونده داروش، و اینجا شما ببینید خرافه پرستی زن و مرد نداره، همشون هستن، ولی همیشه تو خانواده هم بازی دعوا بوده، بابای اسم بچهش میخواد بذاره یک چیز دیگه، مادر میخواد یک چیز دیگه بذاره، مادر میخواد یک چیز جدید بذاره، بابای میگه نه اسم بابای منه باید بذاری، میرزا عبدالله بوده بابای من تو بذاری میرزا عبدالله، چراغلی بوده بابا یک اسم قشنگ رو بچه این مزخرفات ول کنین، تازه همین الان هم اسماتون به نوز کنین، تو چی جور میخوای ایرانت آزاد بشه؟ بعد صبح هر روز بی سال 1401 هجری شمسی و هجری یزدگردی 1400، این تاریخی که حتی ایرانیا برای عربا درست کردن، تاریخی که محمد پایه اسلام نمیذاره که به دخل ما رو تمدنهای دنیا رو بیاره، این بدبخت تاریخ سرویس کردن ما هست، وقت ما افتخار میگه شما 7760 که امسال هستیم سال آریایی میترایی است، دینی نیست و سیاسی هم نیست و تمدن ایران، ولی از این تاریخ استفاده کن، نمیخوای استفاده کنین؟ بعضیاتون خیلی حساسیت دارید که آقا سیاوش عباسیتان آورده مدش کرده، من با یکی مال شاهنشاه هم تاریخ این نمایشگاه هنر 7000 سال ایران در اینجا افتتاح کرد، بهتون بارا گفتم و کتاب ها در اومد، بعد اونجا هیچ حرفش نزد، حتی به شهبانو عزیز یه بار گفتم، گفتم این تاریخ مال شماه، گفتم شهبانو این تاریخ مال شما، تعجب کرد چطور؟ من دیدم یادش نیست، گفتم خانم جان تشریف آوردین و شاهنشاه اینجا شارل دوگل از شما استقبال کرد، آندره مارو رو وزیر فرهنگ بود اینجا، در پوتیپاله، در پوتیپاله نمایشگاه تمدن تاریخ هنر 7000 سال ایران بود، خب ایشون زحمات زیاد کشیدن یادشون رفته بود تاریخ 7000 سال مال شاه محمد رضا شاه اول، ولی بعدن اتفاقاتی میفته، اون شجاع‌الدین شفا به خود من اینو گفت، استاد روانش شد، شجاع‌الدین شفا خودش به من گفت، گفت ما اون موقع اگه این اطلاعاتی که تو الان داری و دانشی که تو پخش کردی رو میداشتیم تاریخ 7000 ساله رو میذاشتیم، نمیدونستیم، ما رفتیم اسرائیل جشن زایش کوروش بود، وقتی برگشتیم به شما پیشنهاد کردیم که آقا تاریخ کوروش بسید که اون گذاشت، برحال شما اگر نمیخواین تاریخ 1760 آریای میترایی تاریخ تمدن ایران هست، شهرنشینی شهریگری ایران هست، تو کنید از تاریخ 2500 ساله که البته بوره میدونه که اون تاریخ رو خود شفان به من گفت، الان تاریخ هم بریم بکنید، اون تاریخ شاهنشاهی رو خود شاه بعد چند ماه حذفش کرد و از لغو شد به خاطر اینکه درست نبود، یعنی نه تاریخ تولد زرتشت میشه 2000
581 کلانیم و حال نمیخوام الان وارد مبحثش بشم، یعنی تاریخ خود محمد رضا شاه بود یک سال پیش از اینکه تشبیه از مملکت بیرون لغوش کرد. تاریخ زرتشتی دارین 3760 است مثلا، تاریخ مسیحی دارین که شما مسیح هستین 2020 تون میتونه استفاده کنین، اگر یهودی هستین 5700 دارید تاریخ یهودیتون استفاده کنید، ماد هستید تاریخ 2700 سالی مادها رو استفاده کنید. حتما البته نمیدونم، ولی تو هر روز میگید آقا این رسمی شده دیگه کارش نمیشه کرد. چه جوری میخوان با این سیستم مبارزه کنید، با این نظام مبارزه کنید وقتی مردم دارن شعار میدن که بیزارم هست. سرش آتیش میزنه یعنی چی؟ خب پس بایستی اگر میخوای مملکت آزاد بشه ذهنت و ذهن ننه بابا تو باید اول آزاد کنی، ذهن استاد دانشگاه تو باید عوض کنی، ذهن اونی که میکروفون دستش داره حرف میزنه باید عوض کنی، باید اینا رو بهش بگی. الان هم شما قدرت دست بچه هاست، هم جوان هاست. من مرید بچه هم. من پشت سر بچه ها حرکت میکنم. اینا یه مش همه مفخورن داخل و خارج. همه رو میخواستم بدونم خطری که الان هست اینه که 170-180 میلیارد دلار ترامپ گفت اوباما گذاشت تو هواپیما داد به روحانی وقتی که دولت بود، اینا رو خرج ملت که نگرد که شما روز گداتر شدین پول دلارتون اومد پایین، که این پولا همینا بالا کشیدن با خود خارجی هم قاطی تقسیم کردن، یعنی درسته به خود ندادن. حالا از همه این پولا اینا 2 میلیارد 1 میلیاردش رو گذاشته باشن کنار که بیان زمینه بسازن که او جناح اووری، جناحی که آمریکاییه، چون ما تو ایران جناح آمریکایی داریم، جناح روس انگلیسی داریم، جناح چینی داریم، جناح روس انگلیس چین داریم، ولی اینا همشون همیشه با آمریکا مخالفن. جناح اروپایی هم داریم خیلی ضعیفن. اینا همم هم تو قدرتن. مثلا من یک رازی رو امروز به شما بگم قبلا هم گفتم، وقتی که کروبی رئیس مجلس بود این آمریکایی، من چند بار که سخنرانی داشتم آمریکا می اومدم برای مسا، الان هم عضو میتونم فردا هم باز بیام مشکلی نداره، توی مسا اونجا همه می اومدن، ببینید رئیسای سازمان سیا سابق اینجا می اومدن، حتی توی یک جلسه جورج کرو و خانم الهه هیکس پنل من بودن، ما توی پنل صحبت میکردیم. یه سال دیگه استاد زلفنون برنامه داشتن همزمان با من تو همون هتل که اون کنفرانس من داشتم، ایشون برنامه چون یه ساعت به تاخیر انداختن تشریف آوردن اونجا نشستن. یک سال دیگه آقای عبدالکریم سروش تشریف داشت اونجا، مهرورزی کرد که بارها تعریف کردم، حالا جای خود داره. اما اونی که میخوام به شما بگم اون اینه که اینها میگفتن که یعنی امنیتی‌های خود اونایی که مملکت ها رو سرویس امنیتشون میگردن، یه رئیس جمهور که 4 سال میاد میره اونا میگردن، میگفتن آقا ما چیکار کنیم فلان کنیم، بعد به من میگفتن آقا ما میخواییم یک اپوزیسیون تو خود نظام، این اپوزیسیون رو همه رو امتحان کردیم به درد نمیخوره، این اپوزیسیون رو خودش خونده. همراه من اون موقع استاد سپهر زبی هم بودشون، یکی از مدیران دانشگاه استانفورده.